ایام بسیار مبارکی هست حسن تصادف ایام مبارک دهه فجر با ایام میلاد با سعادت دخت پیامبر اسلام حضرت زهرای مرزیه علیه السلام و همچنین تو امن سال روز میلاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خب برای ما بسیار حائز اهمیت سیره و راه پیامبر و ائمه هدا و فاطمه اطهر سلام الله علیه اجمعین اینها الگوی زندگی ما هستند و همونطور که قرآن مجید این رو تأکید میکنه پیامبر الگو هست و اهل بیت پیامبر و معصومین الگوی زندگی ما هستند و خب فاطمه اطهر علیه السلام یک ویژگی خاصی که به عنوان یک بانوی بزرگ داشته بیشتر میتونه الگو برای خانم های جامعه باشه برای دختران جامعه ما باشه و به حق این روز ولادت رو به عنوان روز زن و روز مادر نامگذاری شده حالا مادر که جایگاه بسیار بلند و والایی داره خداوند بعد از اطاعت خودش احسان به والدین رو تأکید میکنه و قضا رب که ان لا و الا ایجاه و بالوالدین احسانا حالا مخصوصا در زمان پیری اما یبلغن عندك که احد هما او كلاهما هما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما هما و قول لهما قولا کریما. وقتی پدر و مادر اون هم یه مقدار سن نشون میره بالا اونجا دیگه توقع احترام فرزنده، احسان فرزنده، زبان نرم فرزنده این وظیفه رو خداوند در کنار اطاعت خودش قرار داده و این نشون میده مقام مادر و بعد پدر چه جایگاه بلندی از دید فرهنگ اسلام داره خب زن در جامعه حائز اهمیت از دیدگاه اسلام مثل مرد یعنی جایگاه زنان از لحاظ مقام انسانی از لحاظ مقام قرب به خداوند از لحاظ رشد و کمال انسانی هیچ تفاوتی با مرد نداره یعنی اون جایی که خداوند میخواد تجلیل کنه از مقام انسان کلمه رجال و رجل و اینها رو به کار نمیبره و لقد کرمنا بنی آدم از مرد و زن در کنار یک دیگر نام میبره و زنان دارای همون مقام و مرتبه هستند که مردان دارا هستند همه از لحاظ معنوی هم از لحاظ انسانی همه از لحاظ تکالیف مهم اجتماعی یعنی امروز برای خلق حماسه های سیاسی زنان همون کار رو انجام میدن که مردها انجام میدن تو انقلاب همین جور بود تو روزهای انقلاب این چنین بود بعد انقلاب این چنین بود در صفهای رأی این چنینه در انتخابات ها همین نقش رو زنان ما ایفا میکنن حالا شما بپرسید بگید نقش مردها در انتخابات بیشتره یا زنها در رأی دادن خب هر دو مساوی هم هستن اگه زنا بیشتر شرکت کنن اصلا اونا تعیین کننده هستن خب گایم میشه واقعا در بعضی از اجتماعات میبینیم حضور خانم ها پررنگتره خب وقتی زنان جامعه ما از آز سیاسی دارای این مقام هستن و الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی به دور از افراد و تفرید زنان واقعا در مسیر رشد حرکت کردن و تو این دولت هم ما افتخار میکنیم هم از لحاظ مدیریت خب آغاز این دولت سهم مدیریت خانم ها در مدیریت میانی و بالا 5 درصد بوده الان شده 25 درصد ما امیدواریم این رو بالاتر ببریم هدف ما سی درصد بود انشاالله به این سی درصد تا پایان دولت ما نزدیک شیم امروز ما تو دولتی هستیم که سفرای زن داریم خوب این بیسابقه بود قبلا امروز در شرایطی هستیم که یک مدیر بلند مرتبه در صنعت برق داریم امروز در شرایطی هستیم که مدیر بلند مرتبه در صنعت پتروشیمی داشتیم تو همین دولت این تحولات رخ داد ما خانم اهل سنت سفیر داریم اون هم از قومیت بلوچ یعنی ما او قولی که به مردم داده بودیم که قومیت ها تاثیر نمیگذاره اینا همه در حقوق اجتماعیشون مساوی مذهب تاثیر نمیذاره شیعه و سنی نداره زن و مرد نداره جنسیت تاثیر نداره ما امروز در عمل این کار رو کردیم در دولت حالا دیگه شما تو همه آمارها که نگاه کنید ما اول دولت دوازدهم هم همین چند سال پیش مدیران خانم در دولت یازده هزار خورده بودن امروز نوزده هزار و پونسد و ای شما میبینید یک رشد بسیار خوبی در زمینه مدیریت میبینیم و خانم ها به هم به همدلله هر کجا وارد میشن حالا فرماندارن، بخشدارن، معاون استاندارن ما دیروز مواردی رو در رابطه الکترونیکی با دوستان که صحبت میکردیم در استانهای مختلف خب دیدیم هر کدام یک خانومی بود که اشتغال صد تا خانواده رو درست کرده بود و به وجود آورده بود خب ما خانومهای هنرمند مدیر فعال در جامعه داریم به زنانمون افتخار میکنیم من فکر میکنم یکی از شاخصها برای انقلاب اسلامی ایران جایگاه زنان هست این جایگاه یک شاخص بزرگی است که حقانیت این انقلاب رو نشون میده اونجوری که دشمنان ما تبلیغ میکردن که مثلا این انقلاب این شرایط دینی زن ستیزه اینا همه معلوم شد باطل بی اساسه و ما بسیار خوشحالیم که در همون مسیری که حضرت فاطمه اطهر علیها سلام بود اون زن شجاعی که با شجاعت و شهامت در جمع بزرگ در مسجد حرف زد سخن گفت اون خطبه فدکیه معروف حضرت فاطمه شما به اون جملات نگاه کنید عظمت رو اونجا میبینید علم رو اونجا میبینید بلاغت رو اونجا میبینید اون طوری که فاطمه اعتر صحبت میکنه اینه بذارید کنار نهج و بلاغه مثل اینکه که امیر داره حرف میزنه نهج و بلاغه رو بذارید کنار کلام پیغمبر میبینید گویی پیغمبر اسلام با اینا همه شاگردان پیغمبر بودن شاگردان بلند رتبه پیامبر بودن که شما گاهی کلام رو تشخیص اگه بذارن بگن آه این کلام امیر یا کلام پیغمبر اینقدر به هم نزدیکه که نمیشه تشخیص داد این کلام فاطمه زهراست این کلام امیر الممنینه. این کلام رسول خداست خب افتخار میکنیم ما به این الگوهای بلند و بزرگ در تاریخمون مسلمان ها افتخار میکنن مخصوصا ما که عاشق خاندان اهل بیتیم افتخار میکنیم و من امروز رو تبریک میگم به همه خانم ها به همه مادرها و همه باید تلاش کنیم استحکام خانواده جایگاه زنان مقام زنان رتبه اونها رو در اون حدی که شایستن و خداوند برای اونها قرار داده همون شایستگی رو ما برای اونها در نظر بگیریم و انشاءالله موفق باشیم در زندگی اجتماعی و سیاسی ما و باز هم در صحنه های مختلف زنان ما با حضورشون و فعالیتشون نشون خواهند داد که نقش اونها چقدر اهمیت داریم راجع به دهه فجر خب صحبت ها زیاد شده من الان توی این جلسه نمیخوام صحبت کنم واقعا یکی از افتخارات بزرگ تاریخ کشور ما بود یعنی ما حالا انقلاب داشتیم، حرکت های انقلابی داشتیم، نهزت داشتیم در تاریخ شیعه، علمای شیعه از میزای شیرازی بزرگ، از فتفای تنباکو، از دوران انقلاب مشروطه همه اینها بود در تاریخ ما اما نهضت اسلامی چیز دیگری بود انقلاب امام چیز دیگری بود واقعا امام بالاترین هدف رو در این انقلاب مد نظر قرار داد همه دنبال این بودن میگفتن این مشکل رفع بکنیم حالا رژیم بیاد این رو قبول بکنه شاه بیاد این نکته رو بپذیره اما این فکر که ما اصلا این نظام غیرمعقول غلط سلطنت شاهنشاهی رو از بین ببریم و یک نظام مردم سالار رو در چارچوب موازین اسلام اصلا کسی تو فکرش نمی آمد. این رو اگر سال پنجا و پنج به کسی می گفتی تعجب می‌کرد حتی 56 به کسی می‌گفتی تعجب می‌کرد من نمی‌خوام نام ببرم از بزرگان انقلاب من تو سال 56 57 باشون صحبت می‌کردم بحث این بود که این انقلاب حالا 5 سال دیگه 6 سال دیگه ان شاءالله به پیروزی می‌رسه کسی فکر نمیکرد که در سال 57 این موج این اوج مخصوصاً از شهریور مخصوصاً از عید فیت، از نماز عید فیت به بعد بعد هیفده شهریور و همین ادامه پیدا کرد تا سوها آشورا اربعین پشت سر هم اصلا سرعت انقلاب اونچنان بود که مهلت نمیداد به شاه و رژیم که بتونه تصمیم بگیره تا میرفت در یه موردی فکر کنه موج بعدی تا میرفت فکر کنه موج سوم این سرعت عمل امام این سرعت عمل امت این کاری که ملت بزرگ انجام داد و خداوند کاری کرد که نشون داد که منطق و کلام بر شمشیر پیروزه دشمنان ما شمشیر در اختیار داشتن دشمنان ما سلاح داشتن امکانات داشتن امکانات سیاسی داشتن اما امام سلاحش فقط منطق بود فقط کلام بود امام با کلام و منطق بر شمشیر پیروز شد بر قدرت نظامی پیروز شد و این کار عظیم و بزرگی بود که امام انجام داد امام اصلا سربازگیری کرد از درون رژیم امام از درون اونها کشید و اینها رو آورد اون کسی که تو شورای سلطنت بود آمد خدمت امام در پاریس و استفاده داد از درونشون وقتی امام دستور داد سربازها از پادگان ها فرار کنن از درون به هم ریخت نیروهای مسلح و ارتش وقتی نیروی هوایی وقتی هما فرها، وقتی افسرها درجه دارها در سراسر ارتش حالا به پا خواستن اونا چرا شاه فرار کرد شاه که نمیخواست فرار کنه که شاه حادثه لویزان رو دید در آشورا شاه فرار سربازان رو دید شاه تزلزل رو در درون دولت خودش دید امام قدرتمندی بود که پایه های حکومت استبدادی رو لرزوند و طوفانی رو ایجاد کرد که دنیا فکر نمی کرد شما اگر به مصاحبه های اون روز در نزدیک انقلاب از مقامات سیاسی اروپا و آمریکا نگاه کنید ببینید انگشت به دهان حیرت زده که این چیه این قدرت از کجا آمد از کجا شروع شد این چی بود یه همونی که خارجی ها نوشتن تو اون تاریخ سیاسی ایرانی که دانخی های کمبریج اون رو نوشته تو اونجا آورده میگه که ما اصلا نمیدونستیم که یک سازماندهی در ایران وجود داره به نام سازماندهی مسجد حسینیه ها هیئت ها یا هم چیزی ما نمیدونستیم ما اصلا فکر نمیکردیم یه جوری یه نوار از پاریس با تلفن منتقل میشه به ایران چند ساعت بعد در سراسر ایران تو همه مسجدها پشت بلنگوی و همه مردم دارن گوش میکنن اصلا تو تصور ما نمی آمد امام کار عظیم و بزرگی رو انجام داد و مردم در کنار امام با خلوص اخلاص فداکاری ایثار به صحنه آمدند و این انقلاب عظیم و بزرگ رو به سمر رسوندن واقعا ما افتخار میکنیم به ایرانمون افتخار میکنیم به ملت ایران افتخار میکنیم به فرهنگ اسلاممون افتخار میکنیم به انقلاب اسلامیمون افتخار میکنیم به اماممون که تونست این حرکت عظیم و بزرگ رو در تاریخ امام به یک رهبر دنیا تلفن نکرد که آقا تو ما به حقیم چما بیا به ما کمک کن به یک رهبر نامه دنیا نامه ننوشت که آه شما بیایید کمک کنید به ما هیچ اصلا تو پاریس هم وقتی با امام مصاحبه میکردن میگفتن شما اگر نیاز به اسلحه داشته باشید از چه کشوری اسلحه میارید حالا اون خبرنگارش من یادم هست گفت مثلا شما از لیبی اسلحه میارید یا از سوریه اسلحه میارید امام فرمود ما نیاز به اسلحه نداریم مردم ما پیروز میشن اگر برفرد روزی نیاز به سلاح داشتیم از انبارهای اسلحه شاه امام اینو در پاریس گفت امام با این روح مطمئن و با این اراده آهنین آمد و اون نظام مستبد کهنه پوسیده متکی به قدرت‌های بزرگ اونها رو به هم ریخت مردم رو آزاد کرد ما افتخار میکنیم به انقلاب اسلامیمون و همه ما باید تا پای جان البته باید مراقبت کنیم انقلاب رو انقلاب در مسیر خودش باشه در خط امام باشه در مسیر حق خودش باشه در مسیر اخلاق باشه نذاریم یه وقتی کسانی بخوان انقلاب ما رو منحرف بکنن و همه در کنار هم بتونیم این انقلاب رو به پیروزی نهاییش برسانیم همه هدف هایی که این انقلاب داشت نکه دیگری که امروز لازم میدونم خدمت مردم بسیار عزیز و گرامی این سرزمین عرض کنم اون چه بود که دیروز در مجلس مردم ما شاهد بودن خب ما طبق زمان طبق قانون حتی یکی دو روز هم زودتر ما بودجه رو تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و من مردم رو گواه میگیرم که امسال مثل همه سالها و بلکه بیشتر چون ما در ستاد اقتصادی دولت چندین هفته جلساتمون رو اختصاص دادیم به بودجه و واقعا در حد توان دولت بهترین بودجه ای که میتونه تهیه کرد و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد خب توقع ما این بود که این بودجه روند خودش رو طی بکنه به تصویب برسه و مردم هم بهرهمند بشن از مقررات این بودجه اینکه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه ای رو تصویب کنند یا رد بکنن حق اوناست ما نمیتونیم اینجا بگیم اگر ما لایحه ای رو دادیم به مجلس اونا موظفن حتما تصویب بکنن نه هرچه نظر اونهاست طبق نظر اونها عمل خواهد شد اما در این بودجه دو ماه حرفهایی زده شد مصاحبه شد وعده داده شد تخریب صورت گرفت که اینا مورد انتظار ما نبود حالا اگر یک رسانه این کار کرده مورد انتظار ما نبود اگر یک نماینده محترمی جمده ای رو بیان فرموده مورد انتظار ما نبود واقعا ما تو این بودجه زحمت کشیدیم و میخواستیم این بودجه حالا در کمیسیون های مجلس در کمیسیون تلفیق در سن علنی میخواستیم کامل تر بشه حالا ما که به هر حال یه بودجه ای تهیه میکنیم ممکنه یه جایش هم نقص داشته باشه اما متاسفانه اون اهدافی که ما در بودجه داشتیم اون اهداف مورد توجه نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت ما هدف ما این بود که ارزش پول ملی رو ببریم بالا ما میخواستیم کاری بکنیم که اگر سال آینده دلار ما شد پونزه هزار تومان شد شونزه هزار تومان شد چارده هزار تومان شد دوازده هزار تومان بودجه ما لنگ نشه اگه شما بودجه رو ببندی بر مبنای ارز هیفته هزار و پونزه تومان خواه اگه ارز آمد پایین چه کار میکنی؟ چه جوری اداره میکنی؟ خب این میشه موهوم میشه یک درامدی که این درآمد واقعی نیست خب ما گفتیم ما سال آینده تمام تلاش ما خدا رو من گواه میگیرم تمام تلاش ما حداقل از ماهای گذشته از یک سال گذشته تلاش ما اینه پایان این دولت به دو تا آرزو ما دست پیدا کنیم کشوری که در برابر کرونا از مشکلات اصلیش عبور کرده باشه کشوری که از تحریم ها از مشکلات اصلی تحریم عبور کرده ما همین آرزو ما این دو تا هدف و داریم دنبال میکنیم و تو بودجه هم همین ما گفتیم تو بودجه وقتی ما علامت میدیم به دنیا میگیم ارز یازده تومان همه دنیا میفهمن یعنی چیم همه میدونن یعنی چه وقتی ما میگیم این عرض رو متعادل میکنیم همه میدونند. یعنی ما درآمد ارزی خیلی بیشتر از امسال رو برای سال آینده پیش بینی کردیم وقتی ما در بودجه میگیم که نفت باید فروشش دو میلیون و 300 هزار باشه این پیام رو همه دنیا میگیرن همه میفهمن یعنی چه ما پیام های مهمی رو در این بودجه دادیم و متاسفانه بعضی توجه نکردن به این پیام های مهم ما میخواستیم مردم آینده بهتری رو مد نظر داشته باشن ما میخواستیم تولید حرکت بهتری داشته باشه ما میخواستیم جهش تولید رو سال آینده هم ادامه بدیم ما نمیخواستیم در معادن کاری بکنیم که دیگه طرف براش نصرفه معدنشو ول کنه تعطیل کنه درش ببنده با مالیات های سنگین ما نمیخواستیم این کارو بکنیم ما نمیخواستیم کاری بکنیم که محصولات در پتروشیمی در فولاد، در همه جا یه مشکلاتی پیش بیاد که بازار سرمایه ما دچار مشکل بشه ما نمیخواستیم قیمت سوخت رو برای صنایع مهم کشور پنج برابر کنیم این درآمد قیمت سوخت ما پنج برابر کنیم که چی بشه اینو که بلد بودیم ما این کارا رو بکنیم نکردیم این کارا رو قیمت خوراک رو ببریم بالا خب یعنی گرون کردن این یعنی تورم تورم که شاخدم نداره روشنه تصمیمات مجلس روشن تصمیمات کمیسیون تلفیق البته من دارم بگم حالا مجلس که وارد بحث نشد روشن چی میشه ما نگران بودیم من نگرانیم از این بیشتر بود که می ترسیدم که همون به سرم آمد می ترسیدم مصوبات کمیسون تلفیق هی hey, صدا و سیما تبلیغ کنه تبلیغ کنه به مردم بگه بازار رو خراب کنه اقتصاد رو خراب کنه آخرش هم اون مصوبه تصویب نشه و همین شد کمیسیون تلفیق مصوبه رو درست کرد که خود مجلس رد کرد رد کرد حالا من نمیدونم کمیسیون تلفیق اگه تو دولت می به نظر من دولت هم رد میکرد مصوبه کمیسیون تلفیق رو دولت هم رد میکرد مصوبه کمیسیون تلفیق ربطی به لایحه دولت نداره زمین تا آسمان فرق کنه. همه رو به هم ریختن هر چه ما نوشتیم یه چیز دیگه نوشتن حالا ممکنه نظرشون بوده من کاری به اون ندارم ولی آثارش آثار بسیار خطرناکی بود اگر تصویب میشد و اگر میخواست حالا ممکن بود تصویب بشه مجلس اصلاح کنه اگه اصلاح میکرد خب اون درست میشد این که ما ماشین لوکس رو ورداریم بیاریم از مناطق آزاد وارد سرزمین مادر بکنیم سرزمین اصلی بکنیم و بعد بیاییم یک رانت بزرگ برای عده درست کنیم ما اینه نمیخواستیم ما که بودجه رانتی نمیخوایم درست کنیم ما بلد بودیم این 17 هزار میلیارد تومان از این مالیات خودروهای لوکس که ما که بلد بودیم اینا رو بنویسیم نکردیم این کارا رو برای اینکه نمیخواستیم رانت به وجود بیاد خب معیشت مردم برای ما خیلی مهمه ما هم البته در دولت معتقدیم ارز چهار و ممکنه به تدریج یا یک زمانی تغییر کنه اما به تدریج حساب شده نه همینجوری اینکه که شعار نیست که شما یه دفعه بگی قیمت جنس چهار و دو دو بعدم بس هم بعضی هم بیان مصاحبه میکنم من دوچار حیرتم چهار و رو بر اون جنس حساب میکنه بعد ضرب میکنه میگه این قیمت بازار گرونتره مگه طرف که جنس میاره فقط چهار دویست میده اصلا شما میدونید ارز الان نقل و انتقالش چقدر خرج داره شما میدونید ده درصد پونزه درصد رو میاد با این وضع تحریمی که ما داریم شما میدونید حمل و نقل چی میشه همه حمل و نقل و کشتی و گمرک و عوارض و حقوق گمرکی و همه را کنار میذارند یه چهار و دویست حساب میکنم با بازار من نمیخوام بگم بعضی جنسات تو بازار گرونه به غلط هم گرونه ما باید نظارت دقیق تری بکنیم حرف درسته اما اون ورش شما بگید یه مرتبه میخواید تغییر بدید بعد مردم مواجه با چه مشکلی میشن شما میگه آقا یه پولی ما میدیم به عنوان یاران اینا رو ما حساب کردیم ده بار حساب کردیم ما اینا رو تو ستاد حساب کردیم در حضور سران قوا پارسال حساب کردیم چند نوبت حساب کردیم دیدیم مشکل حل نمیشه ما تنها راه حلی که دیدیم این بود که چار و 4 دیف... رو به تدریج تغییر بدیم و این کار رو ما کردیم به تدریج تغییر دادیم خب برنج رو خارج کردیم نمیدونم شکر خارج کردیم حبوبات خارج کردیم ها رو به تدریج به تدریج حساب شده نه یه مرتبه در یک لحظه ما واقعا نگران معیشت مردم بودیم ما نگران درآمدهای توهمی بودیم یه دفعه قیمت فراورده ای که ما چند بار نشستیم محاسبه کردیم ضرب در دو کن خب ضرب در دو آسونه دو برابر خب چه جوری دو برابر حاصل میشه به نظر من اون چه که کمیسون تلفیق تهیه کرده بود نه با واقعیت منطبق بود نه برای معیشت مردم متناسب بود و نه منطبق با شکستن تحریم ها بود منطبق برای هیچ کدام اینها نبود و خب مجلس شورای اسلامی اون رو رد کرد خب حقش هم بوده رد کرده دیگه به هر حال نپسندیده رد کرده میگم اگر تو دولت هم میامد و مصوبه کمیسیون تلفنی اینجا هم رد میشد تا اینجا با آرای بالاتر رد میشد از اونی که در مجلس رد شده خب حالا تا اینجا که ما حرفی نداریم برای گفتن برای اینکه به هر مجلس آمده کمیسیون تلفیقی درست کرده اینا رو هم تغییر داده البته در نهایت هم اگه به همین روند میرفت میرفت شورای نگهبان رد میشد یعنی چون شاکله بودجه کاملا به هم ریخته بود اما اینکه حالا بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی این رو نپذیرفت باید چه کار بکنیم عین این, این ماجرا رو ما پارسال داشتیم یعنی پارسال در سال 98 هم بودجه ای بود رفت در کمیسیون تلفیق بحث شد تصفیب شد آمد در سحن علنی رد شد خب رئیس مجلس چیکار کرد مجلس چه کار کرد رئیس مجلس آمد گفت این حالا که سحن علنی رد کرده چون گزارش کمیسیون تلفیق رو رد کرده پس برگرده کمیسیون تلفیق اصلاح بکنه و این کار رو هم کرد برگشت کمیسیون تلفوق و کرد و بر لایه هم تصویب شد و تموم شد عین اون کار پارسال چرا امسال نشده؟ این که دو مرتبه دولت بیاد اصلاحیه بنویسی از کجا در این نه تو آین نامه هست نه جایی ما خبر داریم نه رویه مجلس بوده پارسال تا حالا مگه عوض شد آسمان مگه رنگش عوض شد پارسال تا حالا. زمین مگه تغییر کرد خب پارسال همین مجلس آمده همین کار رو کرده رئیس مجلس در سال 98 آمده همین کار رو کرده و وقتی تصویب نشده برگردنده به کمیسیون تلفیق خب الان مجلس دیگه همون اسم مجلس فرق کرده اون مجلس دهم ده بود این یازدهمه ولی خب مجلس همون مجلس دیگه به هر حال قانون همون قانون آینامه، همون آینامه است ما باز هم امیدواریم امروز هم به مجلس شورای اسلامی دولت رسما اعلام میکنه که طبق رویه و روال و استنباط ما از گرچه حالا آین نامه سراحت نداره استنباط ما از آنچه که آیین نامه راجع به برنامه نوشته که این هم مشابه اون هست انشاالله اونچه که بوده برگرده به کمیسیون تلفیق و اونجا هم بررسی مجدد بشه و انشاالله تصفیب بشه در این حال ما امروز این نظرمون رو به مجلس اعلام میکنیم چون پارسال هم همین داستان بوده قبلش هم سابقه باز هم داره در مجلس که رویه این چنین بوده و انشالله ما به یک نقطه مطلوب برسیم اما من یه نکته ای دارم خدمت عزیزان ما در قوای سگانه محضر مردم رسانه ها الان شرایطی نیست که سردارانی در میدان جنگ باشند در برابر دشمن و خدای ناکرده یه عده ای برن پشت دشمن سنگر بگیرن علیه سردارانی که در این میدان جنگ دارن مبارزه میکنن خو همه باید یاری کنن همه باید ما رو کمک کنن ما روزهای سختی رو داریم میگذرونیم ما داخل یک جنگیم اگر کسی باور نکرده پس باید تجدید نظر کنه در افکار خودش در مطالعات خودش مگر میشه جنگ رو انکار کرد مگر میشه جنون ترامپ رو انکار کرد بعضی ها که ترامپ سرنگون شده حالا نمیگن ولی تو جلسه خصوصی میگن جنون یه آدم مجنونه میگفتم میمون بهتر بود خب جنون ترامپ که نمیشه انکار کرد قانون شکنی ترام که نمیشه انکار کرد جنگ تحمیلی رو که نمیشه انکار کرد انکار دشمن به نظر من ننگه انکار دشمن به ضرر کشوره من تعجب میکنم مشکلات رو میبینن این مشکلات هم میدونن که بیخش بزرگ و اعظمش مال تحریمه یک کلمه علیه آمریکا حرف نمیزنن یک جمله بعضی هاشون هم مدعین خیلی ضد آمریکایی هستن اما یک کلمه وقتی یه چیزی گروم میشه وقتی یه چیزی به هم می... یک فوش ما آمریکا نمیدن چون فوش خدشدار میشه فوش ویژه دولته کامل باید علیه دولت مخصوصا شخص رئیس جمهور فوش باید داد خب چرا این کارو بکنیم آخه ما دنبال چی هستیم چه هدفی داریم با ما ما داخل یک کشور هستیم ما یک هدف داریم یک دولت داریم یک ملت هستیم باید به اهدافمون برسیم ما باید تو این شرایط سخت تحریم از تحریم فرصت بسازیم البته تحریم مشکلات درست میکنه این شرکت های دانش بنیانی که دیروز اعلام شد عدد اونها به 5700 شرکت دانش بنیان رسیده که در آغاز این دولت 50 شرکت دانش بنیان بوده 5700 شرکت دانش بنیان که مداوم دارن تلاش اینا از فرصت تحریم داره استفاده میشه اگه این تحریم نبود شاید بعضی از این عزیزان ما خیلی انگیزه نداشتن کرونا یک موزل بود یک مشکل بود برای ما اما در این حال تونست برای ما فرصت ایجاد بکنه امروز چقدر از افراد ما دارن تلاش میکنن در ساخت واکسن در ساخت دارو در ساخت تجهیزات همین ها این کاری کردن تو همین فرصت کرونا تو فرصت کرونا ما ایثار و فداکاری در این ملت دیدیم تمام کارخونه های بزرگ و عظیم ما شبانه روز کار کردن کرونا بود خطر کرونا بود با ماسک کار کردن با اصول بهداشتی کار کردن راننده های عزیز ما کار کردن از هر چه ما نیاز داشتیم از بندر یک روز نبود که بگن کرونا ما کار میکنیم. ما تشکر میکنیم ما سپاسگذاری میکنیم از کشاورزانمون از صنعتگرانمون از همه عزیزان تشکر میکنیم کار عظیمی شد خدمات ما تعطیل نشد مردم شما میبینید یک ساعت برق میره چی میشه شما میبینید یه دو ساعت برق تو دو تا استان میره چی میشه خب این آدم وقتی نعمت از دست میره نعمت رو لمس میکنه خب این برقی که در طول سال هست حالا یه روزش نیم روزش دوچار مشکل شده این آب که سراسر سال هست ممکنه یه نیم ساعتی دوچار مشکل بشه این خدماتی که انجام گرفته برقش، آبش، گازش همه خدمات، بهداشتش، درمانش آموزشش، حالا آموزش مستقیم نشده از طریق شبکه های مجازی کاری که در اقتصاد دیجیتال شده کاری که در توسعه باندها و پن باندهایی که ایجاد شد شما ببینید چقدر کارهای ما الان از طریق فضای مجازی داره انتخاب میشه من این رو میگم خدمت مردم شریف ایران مردم عزیز ایران کسی در دنیای امروز تصور بکنه پیشرفت اقتصادی بدون اقتصاد دیجیتال امکان پذیر خطا کرده ما اگه میخوایم اقتصاد ما پیشرفت بکنه باید بخش دیجیتال ما پیشرفت بکنه باید شبکه ملی اطلاعات ما پیشرفت بکنه باید باندهای ما تحمل این کار رو داشته باشه شما الان میبینید چقدر کسب و کار هست تو مردم از طریق همین شبکه مجازی اگر نبود اگر تعطیل شده بود تو همین زمان کرونا که این همه مردم در فشار اگه این فضای مجازی نبود یه تفریحی یه تنوعی خب همه اینها اگه تعطیل بود چه کار کردیم؟ ما قدردانی کنیم ما از این فرصت استفاده کنیم بهره برداری کنیم من خدمت مردم عزیز ایران عرض کنم، ما با همه توان برای اینکه فشار اقتصادی مضاعف نشه داریم تلاش میکنیم تو همین یک ماه گذشته تو همین ایام گذشته شما با آمار اقتصادی که مراجعه بکنید روند روند کاهنده در رشد تورم روند روند افزاینده در رشد اقتصادی، با تورم با مشکلات با همه چیزهایی که داریم با همه فشارهایی که به دولت وارد میشه شما ببینید این دو ماه چقدر ما وقت صرف کردیم دولت مجلس رفتن آمدن کمیسیون برای بودجه خب چی شد حاصل جمع شد صفر در نهایت از بین رفت یه مقدار دقت کنیم یه مقدار تلاش بکنیم در این فرصت و کاری بکنیم که ما بتونیم اقتصادمون رو به حرکت در بریم و اما نکته آخر من من خدمت جامعه جهانی و مخصوصا کشورهایی که در برجام حضور داشتن حالا چهار به اضافه یک یا در آینده ممکنه بشه پنج به اضافه یک این رو به سراحت میگم هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد اینه بدونید هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد اگر چهار به اضافه یکیم چهار به اضافه اگر پنج به اضافه یکیم پنج به اضافه پنج به اضافه دو نمیشه پنج به اضافه سه نمیشه حرف های ناروا گفته نشه ما یک کاری انجام دادیم البته این هم محصول تلاش زیادی بود حالا دیگه ده سال مذاکره شد تلاش شد نشد تو آغاز دولت یازدهم حدود نزدیک دو سال تلاش شد فعالیت شد این همه خونه جگر خورده شد به هر حال رسیدن به یه توافق این توافق چیزی نیست که به سادگی به دست آمده باشه کسی نمیتونه این توافق باری، این توافقه میخوان اهلا و سهلا همه بیان همه بیان به تعهد نمیخوان همه اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون ما کار خودمون رو انجام میدیم اما ما احساس ما اینه که افکار عمومی جهان سیاستمداران جهان حتی بسیاری از سیاستمداران در خود آمریکا همه معتقدند که برجام میتونه برای امنیت جامعه برای صلح جامعه برای پیوند جامعه برای تعامل کشورها مفید باشه ما هم با همین مبنا داریم حرکت میکنیم و پیش میریم اما امریکایی ها باید بدونن اونا تا امروز ناقض قطنامه 2231 کن. هی بحث برجام نکنن من دارم با امریکایی میگم 22 سی و یک این بحث ایران نیست این قطنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملله شما هر لحظه که صبر بکنید جرم بالاتری انجام دادید نقص کردید شما 22 سی و یک نقص کردید برگردید به قطنامه برگردید به قانون برگردید به مقررات بین المللی البته اگر برگشتید ما هم به طور کامل به تعهداتمون عمل خواهیم کرد این روشنه ولی ما قطنامه رو نقض نکردیم که بیاییم اصلاح کنیم ما از برجام خارج نشدیم که برگردیم من یه بار دیگه هم گفتم هفت تا صندلی بوده ما شش نشستیم یه نفر از اینا یه دفعه جنون ادواری گرفت پاشو رفت بیرون حالا یه ذره عقل پیدا کرده و جنون ادواری تا خوب خب برگرده سر میزش دیگه چیکار به بقیه داره اونا که نشستن همه سر جای خودشون آمریکایا باید به بیست و, دو سی و یک برگردند ها باید به مقررات بین المللی برگردند باید برگردند به مصوبه شورای امنیت ملی سازمان مللی که به اتفاقارا تصویب شده اگر ما هر گونه حسن نیت دیدیم پاسخش حسن نیت خواهد بود. از هر گونه اقدامی ما دیدیم در مقام عمل پاسخش اقدام خواهد بود. اگر تعهد کامل بود از طرف ما هم تعهد کامل خواهد بود. امیدوارم همه ما همه ملت ها جوامع ما بتونیم در کنار یکدیگر اون چه منفعت جهانه منفعت منطقه است منفعت صلح جهانی است همه با هم انجام بدیم و به مقصدی که به نفع همه است دست یابیم ان و السلام علیکم و رحمت الله